پته خزانه بعد از قرآن مقدس‌ترین کتاب. اسماعیل یون یکی از فرهنگیان پشتون تبار کشور که همواره به افکار و اندیشه های فاشیستی متهم بوده است، ادعا نموده که پته خزانه بعد از قرآن مقدس‌ترین کتاب نزد پشتون هاست و گستاخانه با استفاده از پیام و هدف آیه 23 سوره بقره که از مشرکان خواسته شده تا اگر بر آیات قرآن شک دارند مشابه آن را ارائه کنند، با مخالفان پته خزانه چلنج داده که به طور انفرادی و یا گروهی تلاش کنند و مشابه پته خزانه را بیاورند. یون مدعی است که بر روایت پته خزانه اولین شعر پشتو که متعلق به امیر کرور است در سال 139 هجری قمری سروده شده است که 150 سال قبل از اولین شعر فارسی است. او همه دیدگاه ها را در مورد این کتاب ناشی از حقارت فرهنگی مخالفان عنوان نموده است. البته که ملت شریف پشتون ما به ویژه روشن فکران خوشفکر آن با چنین ساخته و بافته یون موافق و هم نظر نیستند. چنانچه در صف تاجیکان و دیگر ملیت‌ها نیز اشخاص و عناصر فرصت طلبی وجود دارند که با استفاده از هر فرصتی به ارزش‌ها و هویت‌های دیگر می‌تازند و قم و تبار را ابزار برای رسیدن به اهدام شوم خود قرار می‌دهند. پته خزانه کتابی است که قبل از همه در جامعه فرهنگی و در میان نخبگان ادبی پشتون اتفاق نظر در مورد آن وجود ندارد، چنان که بعضی بر صحت و بعضی هم بر سقم آن نظر دادند. حتی اگر بخواهیم صحت و سقم این کتاب را هم تثبیت نماییم، نه تنها جای آن در مناظرات غیر اکادمیک فیسبوکی نیست، بلکه باید به طور روشمند و با اصول پذیرفته شده علمی معاصر به آن پرداخت که صد البته نه اثبات صحت آن اهانتی برای تاجیکان و نه هم ثبوت نادرستی آن حقارتی برای پشتونها خواهد بود. ما خوشحال می شویم که این کتاب صحت داشته باشد تا هموطنان پشتون ما به قدامت فرهنگیشان افتخار کنند. ما خوشحال می شویم که این کتاب صحت داشته باشد تا هموطنان پشتون ما به قدامت فرهنگیشان افتخار کنند و ما نیز به هموطن بودن با چنین قوم با قدامت ادبی مباهات کنیم. هیچ انسان عاقلی نمیپسندد تا پیشینه تاریخی مشترک و یا زیست باهمی در یک جغرافیا را با اقوام منحط داشته باشد که اصالت تاریخی ندارند. با امید این که بجای توهین، دشنام، هتک حرمت، اتهام بستنها و حرفای بی بنیاد و دور از هر گونه معیار علمی و تحقیقی، کتاب پته خزانه از سوی دانشمندان ادبی و باستانشناسی و تاریخی مورد بررسی منصفانه و خردمندانه قرار گیرد تا تکلیف تاریخی و علمی آن مشخص شود و مردم هم اطمینان حاصل کنند. چون به گفته یکی از فعالان شبکه اجتماعی، در مورد هر کتاب تاریخی، ادبی و مذهبی میتوان این سوال را مطرح کرد که نسخه یا نسخه های اورجینال یا اصلی آن در کجا نگهداری میشود و آیا از نظر تاریخی موثق بودنش در دانشگاه های معتبر جهانی تایید شده است یا نه؟ ادعای قدامت یک کتاب صرف از طریق تایید وثاقت تاریخی آن از سوی دانشگاه‌های معتبر جهان قابل قبول است، نه بر اساس ادعای یک شخص. تشکر از این که با ویدیو امروزی ما همراه بودید.